قسمت اول کارم میخواستم یه مقداری از تجربیاتی که در طول این سالها حالا کسب شده توی زمینه یه طرح‌های انجام پژوهش‌هایی که مرتبط با بایو انفورماتیک هستن خدمتون ارائه بدم و این تجربیات از این بابت خیلی مهم هستن که بعضی هاشون واقعا در واقع ده ها هزار دلار مثلا یا میلیون ها تومن در واقع هزینه ای که انجام شده واسه تولید داده های NGS یا مثلا سال ها زمانی که یه پژوهشگر گذاشته واسه در واقع جمع آور یه نمونه های زیستیش، تولید داده ها از اون نمونه های زیستی یا اینکه در واقع روی اون در واقع داده ها پژوهش انجام بده رو دود کرده رفته هوا به همین راحتی. به خاطر همین در واقع خیلی خیلی مهم هست که بدونیم پژوهش‌های قبلی چجوری ممکنه شکست بخورن و چجوری پیشگیری کنیم از اینکه پژوهش‌های جدید همونجوری شکست نخورن. پیشنهاد اولی که دارم این هستش که خیلی از کارها در واقع به این صورت انجام میشه، به خصوص توی فیلد بیولوژی. میگن که خب چیکار کنیم، میایم مثلا از 10 نفر فرد سالم و 10 نفر فرد مبتلا به بیماری ایکس نمونه میگیریم، اینها رو جمع میکنیم، در واقع سیکونس میکنیم، وقتی داده هاش اومد از یه متخصص بیوانفورماتیک دعوت میکنیم واسه همکاری، واسه که داده ها رو تحلیل کنه، و این کار خیلی غلطیه. پیشنهاد جدی من این هستش که از همون اول طرح یه پروژه پژوهشی یه در واقع متخصص بایوانفورماتیک حضور داشته باشه. بگذارین یه مثال رو بزنم واسه تون. یه پروژه بود، یه پروژه کلابوریشن بین المللی با یه کشور خارجی در واقع که میخواستن این کرم پلاناریا رو مثلا یه تریتمنت خاصی رو توش بررسی کنن. حالا یه ذره توضیح بدم، این کرم یه کرم در واقع چشمه‌های آبشیرین هست، خیلی ظاهر بانمکی داره، مغز داره، سیستم عصبی داره، نمیدونم سیستم گوارشی اینها داره، منتها یه خصوصیت خیلی خیلی جالب داره. وقتی که میبرینش در واقع حتی اگه اون قسمتی که دم نداره دم در میاره، اون قسمتی که سر نداره سر در میاره، حتی از وسط مثلا دو تیکه بکنین میبینین از دو تا ناحیه در طول کرم کرمه رو بریدن و اون تیکه که شبیه یه دایره سمت چپ تصویر افتاده اون در واقع فقط همون قطعه وسط کرم هست که اولش خب جمع شده، در طول زمان بعد از 15 روز میبینید هم دم در ورده، هم سر در ورده، هم چشم در ورده. خب و این قدرت ریجنریشن خیلی بالایی داره و این خب خیلی آرزوی ما آدم هاست دیگه، مثلا یه کسی خشنش نکنم مثلا دست یکی قطع شد دست در بیاره، خب این خیلی اتفاق هیجان انگیزیه و خیلی از پژوهش ها روی این انجام شده که ببینیم که چجوری این کرم پلاناریا این همه توانایی ریجنریشن داره که ما انسان ها نداریم. یه کاری به طور خاص توی اینستیتوتی انجام شده بود در واقع به این صورت طراحی آزمایش، یه کارای عجب غریبی هم باش میکنن، مثلا یه داروهایی رو بهش میزنن این یادش میره کدوم ورش سر بوده کدوم ورش دم بوده، بعدن مثلا یه کرمو بریدن تبدیل شده به دوتا کرم که از دو طرفش کله داره یا شده چهار تا کرم از چهار طرف کله داره. اینا رو واقعا میشه تو محیط آزمایشگاه یه ذره کرم رو مثلا یه محیطی یه داروی میریزن تو محیطش و از این اتفاقای بانمک میفته. و حالا صورت مسئله که داریم در موردش صحبت میکنیم دادای آر ان ای سیک بود از یک گونه خاصه کرم پلاناریا، اینها رو اومده بودن بریده بودن. خب هر کرمی رو که میبریم یه قسمت سری داره و یه قسمت دومی و از لحظه که بریده بودن دوتا گروه کرده بودن، گروه کیس و گروه کنترل. تو گروه کیسشون یه تریتمنت خاصی رو انجام داده بودن، مثلا یه داروی خاصی، یه اسمال مولکول خاصی رو ریخته بودن، تو گروه کنترل اون داروی خاص رو اضافه نکرده بودن و بعدن تو لحظه صفر و تو 6 ساعت بعد از اینکه این تریتمنت در واقع انجام شده بود آرنه سیک کرده بودن. آرنه سیک به این صورت هستش که کل محتوای آرنه داخل سلول ها رو استخراج میکنیم و سیکونسشون میکنیم با این هدف که ببینیم که کدوم ژن ها بیانشون بالاتر رفته، کدوم ژن ها بیانشون پایین تر اومده، واسه اینکه ببینیم که اون
تریتمنت خاص چه اثری داشته روی در واقع یه سری از اتفاقاتی که داخل سلول های این کرم میفته، مثلا کدوم پتویه رو بالا پایین کرده، و این دادا رو هم از قسمت سری جمع کرده بودن هم از قسمت دومی. پس ما سر داریم، دوم داریم، گروه تریتمنت داریم، گروه کنترل داریم، و در واقع ساعت صفر داریم، ساعت 6 داریم. تا اینجا شد 8 حالت مختلف دیگه، و واسه هر کدوم از این 8 حالت مثلا 3 تا تکرار در عمل 24 بار این آزمایش رو واسه حالت‌های مختلف انجام داده بودن. 24 تا نمونه جمع کرده بودن و شکست خورد. یعنی اینکه ما وقتی که تحلیل می‌کردیم این سمپل ها رو، مثلا اینجا در واقع تو نمودار سمت راست اون دایره ها در واقع گروه کنترل هستن، مثلث ها گروه تریتمنت هستن و همشون از دوم هستن، و شما میبینید گروه تریتمنت و کنترل همشون قرقاتی هستن. یعنی یه جای خاصی از در واقع پلاتمون نیست که مثلا گروه تریتمنتمون باشه یه جای دیگه گروه کنترل باشه، همشون در هم در واقع میکس هستن، و اینجوری ژن هایی که بخواید تفاوت بیان معنی دار داشته باشن بین گروه کیس و کنترل هم طبیعتا ژن های خوبی پیدا نشدن، یا اصلا ژن های سیگنیفیکانتی پیدا نشدن. این نمودار سمت راست در مورد دادای دوم هست، نمودار سمت چپ در مورد دادای سر هست، و اونجا هم همونجوری که میبینین اصلا شرایطش خوب نیست. رنگ هم در واقع داره ساعت ها رو نشون میده، مثلا ساعت 0، ساعت 1 هم داشتن و ساعت 6، و میبینین حتی ساعت ها هم تکرارشون با هم دیگه اصلا خیلی شبیه به هم نیستن، اصلا ریپرودوسیبل نیست، انگار نتایجمون در واقع یه ایراد جدی داره. میدونین این ایراد چی بوده اینجا؟ کسی میتونه حدس بزنه؟ ایراد خیلی ساده ای نیست، یعنی کسی اینجوری نبوده مثلا کارشو درست انجام نداده باشه، یا مثلا چه میدونم کرمه رو اشتباه کات کرده باشه یا اشتباه تریت کرده باشه. مشکل یه مشکل خیلی پایه‌ای تر هست. این رو به طور خاص کرمو بریدن و بعدن یه داروی رو ریختن رو تو محیط زندگیش، خب، و انتظار، و واقعا اون تریتمنت اثر میذاره. یعنی که در واقع میبینیم مثلا اون کرمایی که اون تریتمنت خاص رو انجام ندادن یه جوری مثلا ریجنریت میشن، کرمایی که اون تریتمنت رو انجام دادن یه جور دیگه. این رو خیلی راحت تو فنوتیپ میتونید ببینید. منتها چرا دیتا به درد نمیخوره؟ آها، نقطه کلیدی همینه. آیا یک ساعت و 6 ساعت بعد از تریتمنت در واقع انتخاب خوبی است یا نه؟ پاسخ اون تیم این اتفاق چجوری رخ داد؟ صورت مسئله طراحی شده. در واقع دیتا، مثلا یه پژوهشگر پی اچ دی، یه دانشجو پی اچ دی مثلا یک سال دو سال وقت خودش رو گذاشته این سمپل ها رو کالک کرده، سمپل ها رو ارسال کردن، سیکونس شده، آخر کار گفتن که خب تشریف بیاریم واسه تحلیل دیتا، و تازه یعنی ما از اونجا مطلع شدیم. و به نظرتون ساعت 1 و ساعت 6 انتخاب خوبیه؟ اون دوستانی که این کار رو طراحی کرده بودن میگفتن که خب به خاطر این بوده که ما میخواستیم اولین تغییرات رو ببینیم، اولین تغییراتی که اتفاق میافتن رو، و خب جوابشون درسته. یعنی ما نمیخوایم بذاریم مثلا چمونم 10 روز بگذره، چون در واقع اون تریتمنت حدس این هستش که تو اولین لحظات بعد از در واقع اون کات کردن داره تاثیر میذاره، و بعدش اینقدر اتفاقاتی داون استریمش میفته. یعنی مثلا یه ژنی هست به طور خاص که تحت تاثیر اون تریتمنت یه تفاوت رفتاری داره، ما میخوایم ببینیم اون چیا رو آب کرده، چیا رو داون کرده، اولین اتفاق رو ببینیم. بعدش حالا ممکنه 100 تا اتفاق دیگه، منتها میخوایم برسیم به ریشه. منتها اینجا مشکل چیه؟ مشکل اینه یه دونه کرم از قبلش میلیون ها کپی از امارنه، یعنی انگار هر یه سلول یه کرمو در نظر بگیرین انگار یه کپسول، چه میدونم یه تانکر، یه پر از امارنه هایی که از قبل تولید شدن و داخلش حضور دارن. شما وقتی که یک ساعت یا 6 ساعت در واقع یه کرمی رو تریت کردین، یعنی یه داروی خاصی رو بهش زدین، و بعدش دوباره میرید این کپسول یا این چه میدونم تانکر رو نگاه میکنین، در عرض اون 6 ساعت شاید مثلا چند هزار یا چند ده هزار یا هم حالا اسکیل که مهم نیست،
خیلی تعداد کمتر، یعنی شاید 1% مثلا امارن جدید اضافه شده، انگار مثلا یه چمنم تانکر آب داشت، حالا یه کوچولو آب به یکیش مثلا اضافه شده و یه کوچولو آب به اون یکی اضافه نشده، به ازای یه ژن خاص مثلا. یعنی انگار 1,000,000 تا کپی از یه ژن داشتین، حالا تو اون سلولی که تریت شده اون 1,000,000 تا تغییر نکرده، تو اونی که کنترل بوده 1,000,000 تا شده 1,100,000 تا. خب و شما این یک مثلا 100 تا امارنه تو 1,000,000 تا امارنه رو چجوری میخواین تشخیص بدین؟ اینه که بهتون بگم مثلا یه حب قند انداختیم تو یه تانکر آب، حالا به چشم ببین شیرین شده، خب نمیتونین تشخیصش بدین، درسته؟ آها، حالا میدونین در واقع این پروژه رو میشد چجوری طراحی کرد؟ ما یه تکنیکی داریم به نام GROSIC یا GROSIC. خب این تکنیک GROSIC به جایی که همه mRNA ای رو که داخل سلول هست بکشه بیرون و سکونس کنه، فقط mRNA هایی که در حال تولید هستن رو سکونس میکنه. خب یعنی mRNA هایی که به صورت مستقیم دارن از دل RNA پلیمراز بیرون میان، یعنی RNA پلیمراز رو در واقع یه آنتیبادی بهش میزنیم، فیوزش میکنیم به mRNA، اون mRNA که همین الان داره تولید میشه اون رو در واقع سیکونس میکنیم. اینجوری شما همه اون بشک mRNA هایی که از قبل وجود داره رو میریزید دور، فقط داری تغییرات لحظه‌ای، تغییراتی که تو یک ساعت اتفاق افتاده یا تو اون 6 ساعت بعد از تریتمنت اتفاق افتاده رو میسنجید. گرفتین حرف منو؟ کسی سوال یا ابهامی داره؟ و فقط کافی بود حالا به اون آزمایش یه استپ کوچولو اضافه میکردن، یعنی همه اون سمپلا خیلی خوب بود، حتی سمپلا خیلی خوب بود، فقط تکنیک سیکوینسینگش میتونست متفاوت باشه. خب تکنیک سیکوینسینگ رو متفاوت میکردن، یه کوچولو شاید هزینه پروژه گرونتر میشد، منتها داده ها دور ریخته نمیشد. بفرمایید. بله متاسفانه، یعنی همه داده ها به درد سطل آشغال میخوره. آره یه دانشجوی مثلا یکی دو سال وقت خوشو گذاشته، درست آها این mRNA ها رو که ما داریم تو گروه کنترل هم اون mRNA ها هست، مسئله اینه اون تفاوتی که کیس و کنترل دارن خب خیلی نان سیگنیفیکنته، یعنی مثلا فرض کن ما هر یه mRNA ای داره بیان میشه، تولید میشه و یه استوکاستیسیتی هم داره، یعنی همینجور یه سلول با یه سلول دیگه مقایسه کنیم، مثلا ممکنه 10% میزان mRNA یه جنش با اینکه یکسانن 10% متفاوت باشه. حالا یه تریتمنتی شما انجام دادید که اون مثلا تفاوت خیلی شارپه، 2 برابر شده، خب منتها بهش زمان کمی دادید، یعنی اون قدی نگذشته که اون mRNA هایی که از قبل بوده دایجست بشه و mRNA جدیدی که، یعنی در واقع شما انگار خب نه 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 دلیلش اینه، ببینیم در واقع این یه فلاکچویشنی داره، خب هر سلولی، یعنی شما همون سلول رو 3 بار تکرار کنیم بالاخره 10% با هم تفاوت دارن، حالا داریم در مورد 1% یا 0.1% تفاوت تو اون mRNA خاصی که به خاطر تریتمنت شرطش رو تغییر کرده صحبت میکنیم. شما وقتی یه سیگنالتون یه نویز خیلی شدیدی داره اون چیز رو نمیتونین حدس بزنین، اینجا برقی ها میگن سیگنال تو نویز ریشیو خیلی پایین هستش، یعنی اینقدر نویز شدیده که اساس سیگنال رو نمیتونین تشخیص بدین. خب موضوع بعدی یا پیشنهاد بعدی این که سوالتون از اول خیلی دقیق و خیلی شفاف باشه. خیلی 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 مهمه که از ابتدا در واقع ببینید که چه ورودی دارید و از اون چه خروجی میخواین و آیا اون داده ها واسه جواب دادن به این سوال مناسب هست یا نه. بعضی وقتا پروژه طرح میشه با این فرمت که بریم ببینیم چی میشه. خب مثلا فرض کنید که ما چمنم سمپل هایی یه سری فرد سالم و یه سری فرد بیمار رو داریم و بریم سکونس کنیم ببینیم چی میشه. خب یه وقتی این هست سوالتون،
یه وقت خیلی دقیق رفتین از قبل رسیدین به یه هایپوتز خیلی مشخصی و بر اساس اون هایپوتز سوالتون رو مطرح میکنین. مثلا فرض کنید که یه وقتی میگین که خب آلزایمر با مغز چی کار میکنه؟ سوال در واقع به ظاهر مشخص هست، میخواین پتویی رو پیدا کنین که توی آلزایمر بالا و پایین میرن، منتها در واقع خیلی اون سواله رو ریز و دقیقش نکردین خب، و میان سمپل های مغز رو در واقع جمع آوری میکنین از افرادی که مثلا فوت کردن و آلزایمر داشتن و افرادی که فوت کردن و آلزایمر نداشتن، و بعدا اینا رو سیکونس میکنین و بعدا میبینین که تفاوت خیلی جدی نیست بینشون. بعد که میریم سراغ نمونه های واقعی میبینیم که ما تفاوت رو توی مغز میخواستیم و بعدا میبینیم که او پتویی که واقعا داره توی آلزایمر تغییر میکنه فقط توی یه دسته ای از سلولای مغزی تفاوت خوش رو نشون میده یا عمل کرد داره، و اونا مثلا یه دسته خاصی از نورون ها هستن، مثلا اونجا سلولای آستروسایت داریم، سلولای اولیگودندروسایت داریم. و اون سوالی که از اول طراحی کردین سوال خیلی دقیقی نبوده، سوال دقیق تر میتونست این باشه که آره اون بیماری آلزایمر تو اون نورونای خاص در واقع چه تفاوتی ایجاد میکنه، و بعدا این سوال خاص رو میخواستیم پاسخ بدین، اون موقع تکنیکتون متفاوت میشد. یعنی به جای اینکه کل سلولای مغز رو بگیرید، باید یه جوری اون سلولای خاص نورون ها رو که دمیج شدن به خاطر بیماری رو مثلا جدا میکردید و اون ها رو سیکونس میکردید. خب من دارم مثال هایی که میزنم مثال های بیشتر زیستی هستن، چون تو بایو انفورماتیک خوشبختانه اگه حالا دیتا درست جنریت شده باشه بعدن ده ها بار فرصت این رو داریم که از نو ریانالیز کنیم اگر اشتباه کرده باشیم. پس من دارم خیلی تاکید میکنم، میگم اون سوال زیستی از ابتدا باید خیلی خوب تعریف شده باشه، خیلی دیتا مچ باشن با اون سوال زیستی، چون اونجا دیگه فرصت سعی و خطا نداریم دیگه، فرصت نیست برگردیم عقب بگیم از اول داده ها رو تولید میکنیم. موضوع بعدی خیلی زیاد جستجو کنیم. مثلا بعضی از دانشجوها رو میبینید میگن که خیلی خوب من میخوام فلان پتوی، اثر فلان پتوی رو روی فلان سلولای زنده مثلا در واقع بررسی کنم، و حتی یه سرچ نکرده ببینه که مثلا در مورد اون موضوع 10 تا مقاله وجود داره. یا مثلا فرض کنید که میپرسین از یه دانشجویی داری چی کار میکنی، میگه که من 2 سال میخوام وقت بذارم مثلا سمپل های تریپل نگاتیو برست کانسر رو با سمپل های مثلا ER پازیتیو برست کانسر، مثلا دو نوع خاص برست کانسر، مثلا از 80 نفر 100 نفر جمع آوری کنم و بعدم بیان 2 تا دونه ژنو داخل اینا بسنجم، و بعدن کافیه مثلا شما پاشین برین داخل وب و داخل دیتابیس GO، این چه GO ببخشین، جین اکسپرشن امنیباس، این جورج GO غلطی بود، برین داخل دیتابیس GO و سرچ بزنین مثلا تریپل نگاتیو برست کانسر، خب و میبینید یه عالم دیتا ست وجود داره. مثلا فرض کنید در واقع در مورد تریپل نگاتیو برست کانسر سینگل سل آر ان ای سیک وجود داره، خب یعنی نه تنها اومدن بالک سمپل رو در واقع سنجیدن تو یه عالم دیتا ست دیگه، بلکه اومدن میزان بیان همه ی ژن ها رو تو تک تک سلول ها سنجیدن. و حالا اون دوست عزیزمون که داره 2 سال 3 سال از وقت در واقع از جوونی و عمرش رو میگذاره واسه اینکه مثلا 80 تا سمپل جمع آوری کنه و مثلا میزان بیان 2 تا دونه ژن رو بسنجه، داره دقیقاً چیکار میکنه؟ خب داره وقتش رو تلف میکنه، درست؟ میتونست چیکار کنه؟ میتونست به جای اینکه همه این وقت رو بگذاره واسه اینکه نمیدونم این سمپل ها رو از اول جمع آوری کنه، حالا ببینیم چی میشه، حالا بریم نمیدونم این بیان 2 تا ژن رو ببینیم، میتونست طراحی آزمایشش رو به این صورت یا طراحی پروژهش رو به این صورت انجام بده. قدم 1 سرچ کنه، جستجو کنه. قدم 2 همه داده هایی رو که به دردش میخوره جمع آوری کنه. قدم 3 داده ها رو تحلیل بکنه. قدم 4 یه هایپوتز جدید از تو دل اون داده ها به دست بیاره.
و قدم پنج حالا بره اون هایپوتز خودش رو تو اون سمپلا بسنجه، نه اینکه از اول فقط بخواد بیان دو تا دونه ژنو اندازه بگیره. حالا مثلا ممکن بود از توی آنالیز این دیتا، خیلی از این دیتا هایی که میبینید مثلا توی جی او، تو اری اکسپرس، توی دیتابیس های دیگه گذاشته شدن، داده هایی هستش که مثلا یه تیمی واسهش کلی وقت صرف کرده، کلی در واقع پول هزینه کرده و یه دیتایی رو کسب کرده و این دیتا رو با منظر یه سوال خاصی تحلیل کرده و پیپرش رو بخونیم میبینیم فقط روی همون سوالش فوکس کرده و 10 تا سوال 10 تا هایپوتز دیگه هست که میشه بر اساس همون دیتا در واقع توسعه داد. شما میتونین چیکار کنین؟ اون یه هایپوتزی که آلردی پابلیش شده رو بذارین کنار، روی اون 9 تا هایپوتز دیگه تمرکز کنین، هایپوتز رو توسعه بدین. خوب که چک کردین با دادای بیوانفورماتیک، اینجا که واسه تون هزینه نداره، فقط دارید دیتا تحلیل میکنین. خوب که به یه در واقع هایپوتز خیلی کاملا پخته ای رسیدین، حالا بیاین طراحی آزمایش کنین. حالا میدونین طراحی آزمایشتون شکل چی میشه؟ مثلا اومدین به این نتیجه رسیدین از دادای قبلی که یه ژن خاص، یه ترانسکریپشن فاکتور خاصی هست، انگار این داره مثلا یه پاتوی رو آپودان میکنه، این نقش داره. اون موقع به جای اینکه بیاین مثلا 100 نفر رو سمپل کسب کنین و فقط بیان اون ژن رو ببینین که بالا و پایینه، میتونین از اول چیکار کنین؟ به فکر فانکشنال آنالیسیس باشین. یعنی به جای اینکه ما 2 جور مقاله داریم توی مقالات زیست و پزشکی، یه سری مقالات دیسکریپتیو هستن، فقط کاراکترایز کردن یه چیزی رو، ما رفتیم دیدیم این بالاتر هست توی داده های فلان، این یکی پایینتر هست توی داده های فلان، بدون اینکه بگن این چرا بالاتره، چرا پایینتره، چه جوری بالاتر پایینتر رفته. مقالات دوم مقالات فانکشنال، یعنی اینکه اومدن دقیقاً گفتن که خیلی خب این که بالاست به خاطر این بوده، این به خاطر این بوده، بعد این تاثیر رو میذاره. این مقالات بسیار 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 ارزشمندتره. یعنی مقالات دیسکریپتیو ما رفتیم دیدیم نمیدونم توی سمپل های مثلا برست کانسر فلان پتوی بالا است، خب که چی؟ چه جوری بالا اومده؟ بعد این چه اثری داره؟ اینها خیلی مهم است. خب حالا شما حدس میزنین که فلان ژن باعث بالا اومدن این پتوی میشه، بعد میتونین آزمایشتون رو چه جوری طراحی کنین تو همون سمپلا، به جای اینکه فقط بیان ژن رو بسنجید، مثلا میتونین یه اس اچ ار ان ای بزنین بر علیه اون ژن. حالا ببینین اون آیا اون اس اچ ار ان ای باعث میشه اون پتوی، اس اچ ار ان ای سیستمی هستش که اثر یه ژن رو میتونی کاهش بدین مثلا. خب ببینید آیا با کاهش اثر اون ژن اون پتوی پایین میاد، اینجوری میتونین متوجه بشین که آره نقش این ژن بوده که اون پتوی رو داره بالا پایین میکنه. متوجه منظورم شدین؟ خیلی خوب. قدم بعدی، این سوال خیلی واسه من ارزشمند بود تو تحقیقات قبلیم. مثلا یه وقتایی اول کار در واقع توی مرحله طرح سوال بودیم با دوستان، مثلا دوستانی که از بک‌گراند زیست بودن، همیشه این سوال رو مطرح می‌کردم. ایشون می‌گفتن که مثلا بیا فلان دیتا رو از فلان سمپلا کسب کنیم واسه اینکه به این سوال خاص جواب بدیم، یه سری دیتا رو جمع کنیم واسه اینکه به یه سوال خاصی جواب بدیم. من همیشه این مثال رو میزدم، میگفتم خیلی خب فکر کن الان همین الان داده ها آماده هست توی کامپیوتر منه، خب الان بگو دقیقا به یه سوال چجوری جواب بدم. همیشه فکر کنین همین الان داده، یعنی ممکنه تو اول طراحی پروژه خیلی مبهم فکر کنی آره نیستیک میکنیم، حالا ایشالله که مثلا میشه به اون سوال جواب داد. نه، فکر کنین الان همین الان دیتا آماده است و شما میخواین تحلیلشون کنین دیگه، دقیقا به اون سوال چجوری میخواین جواب بدین. خب مثالش، ما مثلا دیتای RNA-seq رو از سمپل هایی که سالم هستن و سرطانی هستن میگیریم و میخواین تعیین کنیم که چه چیزی باعث افزایش مثلا پتوی P53 توی سلول های سالم یا مهار پتوی P53 توی سلول های سرطانی شده. خب جوابش خیلی خب، من الان فکر کن دادا رو دارم، با اون دادایی که دارم میتونم چیا رو مشخص کنم؟ جینایی که بین سلول های سالم و سلول های سرطانی آپودان بودن، منتها دیگه چی؟ من میخوام فانکشن یه ژن خاصی رو تعیین کنم. مثلا میبینم 10 تا ژن از مسیر P53 دام شدن، خب اینو که از اول میدونستم توی پتوی سرطانی داون شدن،
منتها چجوری میخوام تعیین کنم اینا چجوری داون شدن با این دیتا؟ احتمالاً ببینم یه سری ترانسکریپشن فاکتور هم آب شدن دیگه، خب مثلا توی یه سلولای سرطانی که احتمالاً اون ترانسکریپشن فاکتورها مثلا یه جوری باعث داون شدن اینا شدن، یا یه سری ترانسکریپشن فاکتور داون شدن و باعث داون شدن اینا شدن. خب حالا این تیکه از کارو چجوری میخوام جواب بدم؟ همیشه باید به این فکر کنیم. ممکنه اون طراحی آزمایش به درد این سوال نخوره. ممکنه لازم داشته باشیم مثلا یه چیپسیک انجام بدیم. چیپسیک یا آزمایشی هستش، حالا درس بیوانفورماتیک پیشرفته دورو از مکتب خونه دیده باشین. چیپسیک مثلا یه طراحی آزمایشی هست واسه اینکه بفهمیم یه ترانسکریپشن فاکتور خاص دقیقاً به کجای ژنوم متصل میشه. درسته؟ مثلا ممکنه آزمایش از اون جنس نیاز داشته باشیم. و پیشنهاد آخر، در واقع هیچ نتیجه ای رو اعتماد نکنین تا وقتی که چکش کنین، خیلی خیلی جدی چکش کنین. من مثلا یه شب داشتم تحلیل میکردم دیتا رو و یه پترن فوق‌العاده‌ای دیدم تو دیتام، گفتم واو یه عجب یافته یه خیلی فوق‌العاده‌ای، مثلا این حتما ارزش اینو داره توی نیچر چاپ بشه. شب خوابیدم با خوشحالی، فرداش بیدار شدم دوباره آنالیز کردم دیدم یه باگ کوچولو بوده مثلا تو برنامه. خب و حالا بذارین یکی دوتا مثال بزنم. یکی از پژوهشگرای خارج از کشور یه دیتای رو فرستاده بودن، از اسپرم موش آرنسیک گرفته بودن و حالا کارشون خیلی خیلی فوق العاده است، داداش پابلش نشده و الا جزئیات بیشتری از طرحشون رو میگفتم و من تو مرحله کوالیتی کنترل میدیدم که در واقع اینا درصد الاینمنتشون به ژنوم موش خیلی پایین هست. مثلا اینا سامپلای مختلفش بود و همون جور که ملاحظه میفرمایید مثلا تو بعضی از سمپل ها فقط 15% رید هام به ژنوم موش الاین می شدن، دیگه حد اکثر تا مثلا 66%. و یه چیزای عجیب غریب دیگه هم تو کوالیتی کنترل می دیدم. مثلا می دیدم بعضی از سمپل ها به ظاهر این سمپل ها مثلا بعضی هاشون تکرار بودن دیگه، پس باید یه پترن رو داشته باشن. منتها می دیدم مثلا توی حالا اگه دیده باشیم مثلا اون درس بیوانفورماتیک پیشرفته رو، مثلا یه برنامه رو استفاده میکنیم به نام فسکیوسی واسه کوالیتی کنترل فایلای فسکیو. خب میدم مثلا بعضی از سمپلا به شدت ایتی ریچ هستن، بعضی از سمپلا به شدت جی سی ریچ هستن، یعنی بعضی اکثر سمپلا مثلا سطح ایتیشون ایوتیشون در طول ریت ها بالاتر هست، بعضی از سمپلا یه دفعه میدیدی جیوسی خیلی اومده بالاتر، مثلا به اندازه 10% یه دفعه اومده بالاتر و اینا خیلی خیلی عجیب غریب بود. و بعدم اومدم کاری که کردم میخوام همین کار رو دقیقا تکرار کنیم. مثلا یکی از ریت هایی رو که الاین نمیشد گرفتم سیکونسش رو، این واقعا یکی از همون ریت هایی بود که از اون 85% که مثلا الاین نمیشد داخل این سمپل ها. و به نظرتون چیکار کنیم؟ بگین چیکار کنیم؟ بلاستش کنیم مثلا. خب میریم بلاست رو وا میکنیم، نوکلوتاید بلاست، و بعدن این رو بلاستش میکنیم. یه چند ثانیه ای تعمل کنین. این در واقع کاری که این دیتا رو وقتی که تحلیل کردیم ببینیم به چی الاین میشن، میبینینشون به رایبوزوم انسان. رایبوزوم انسان یعنی چی؟ تو اسپرم موش؟ یعنی احتمال او کسی که در واقع داشته تو هر مرحله مثلا داده رو مثلا یه جور یه منیپولیشنی انجام داده رو که نه اون سمپل رو یه جور منیپولیت میکرده یا یه جور کار اکسترکشن و هر چیزی رو انجام میداده، دستش خورده یا هر چیزی، یا یه عدسه کرده داخل سمپل ها و خلاصه یه عالم رایبوزوم، یعنی 85% داده مال رایبوزوم انسان بودن. خب و رایبوزوم به خاطر این رایبوزوم رو میبینیم که عمده در واقع توی سلولای ما 90% دیتا مال رایبوزوم هستش. خب 90% mRNA ها از رایبوزوم میان و در واقع نتیجهش هیچی، اینکه اون داداد فقط حالا از تیکه فیلتر شدهش، یعنی فقط از اون تیکه
موشیش استفاده کردن، منتها این یکی دیتا رو دقت کنین، اون تجربه خیلی، یعنی کل داده رو نریختن تو سطل، منتها این یکی رو دقت کنین. مثلا یه دپارتمانی که خیلی رده بالایی توی آمریکا داشت، مثلا از این دپارتمان‌های در واقع وت مدیسین، دپارتمان یه جور دامپزشکیشون، سگ مثلا یه حیوانی هستش که خیلی زیاد مبتلا به سرطان میشه و اینا زحمت کشیده بودن مثلا چند تا رده سل لاین سرطانی سگ رو درست کرده بودن و این خب خیلی کلیدی بود واسه شون، کلی همش چیز میکردن، انرژی میذاشتن و این سلولا رو مثلا هی بهشون غذا میدادن اینا که مثلا این سلولا روش کنن و تکثیر بشن و اینها. و توی سال 2013 و 2014 اومدن مایکرو آرنی های اینا رو سیکونس کرده بودن، یعنی کل مایکرو آرنی هاشون رو بیرون آورده بودن و سیکونس کرده بودن با این هدف که ببینن که این چه مایکرو آرنی هایی توی این سل لاین های سگ در واقع تولید میشن و باز به همین سرنوشت مواجه شدن. یعنی وقتی با رفرنس جینوم سگ مثلا الائن میشد اون دیتا، میدیدیم مثلا اون قرمزه در واقع اون قسمتی هستش که به جنومش سگ الائن میشه، سبزه اون قسمتی هستش که به جنوم مایکوپلاسما الائن میشه، اون آبیا قسمتی هستش که هم به ژنوم سگ الائن میشه هم به ژنوم مایکوپلاسما، یعنی یه تیکایی از ژنوم ممکنه کانزرو باشه یا مثلا مشابه باشه توی دوتا موجود و اون بنفشا هم به هیچ کدوم الائن نمیشدن. و شما میدیدید مثلا این آره کانتامینیشن مایکوپلاسما، مایکوپلاسما یه موجود خیلی ریزی هستش که وارد سلولا میشه و میزنه یه آزمایشگاه رو نابود میکنه، یعنی که مثلا وقتی یه آزمایشگاه به مایکوپلاسما آلوده میشه میگه همه سمپلاشو بریزه دور، همه چی رو بشورن از نو. و خلاصه خیلی خبر دردناکی بود واسه اون تیم که آره این همه سالن دارن فقط مایکوپلاسما پرورش میدن داخل اون سلولا. و خب طبیعتا سلولی که به مایکوپلاسما اینفکت شده دیگه رفتارهای نرمال یه سلول معمولی رو نمیده، یعنی این دیتا رو با کمال شرمندگی باید میریختیم دور، چون مثلا میدیدی یه مایکرو آر ان ای بالا رفته یا پایین اومده، او تیم پژوهش یا اون داورا همیشه میتونستن این سوال رو بپرسن که از کجا معلوم این به خاطر آلودگی مایکوپلاسما نباشه، این هیچ ربطی به سرطان نداشته باشه، فقط در واقع یه جور این سلول ها آلوده شدن، مثلا این مایکوپلاسما این تأثیر رو داخل اون سلول ها داشته. و حالا چیز بانمک دیگهش البته دردناک بود، منتها بانمک بود دیگه چیکارش کنم، مثلا اون سلوله دوتا سطر پایین پایینیه رو نگاه کنین، مثلا اولیش که درصد داگش کمتر مال سال 2014 است، اون سطر دومی از پایین که درصد داگش یه ذره بیشتر مربوط به سال 2013 بوده، یعنی سال به سال سلاینا رو چک میکردی میدیدی درصد مایکرو آر ان ای داگش کمتر شده، درصد مایکرو آر ان ای یا کلا شورت آر ان ای های مایکوپلاسماش بیشتر شده، یعنی ای داشت مایکوپلاسما زندگی میکرد اونجا مثلا هی رشد میکرد. و خلاصه نظیر این در واقع تجربیات، پس من سعی کردم حالا یه مقداری بهتون منتقل کنم که 80-85 درصد، حالا بسته به نوع مسئله شاید 70-75 درصد کار توی مسئله های این چنین موقع طرح سوال هستش و شاید 25 درصد کار یا همچی چیزی موقع پاسخ‌دهی به سوال باشه. یعنی هر چقدر شما به عنوان یه سری انشالله اکسپرت آینده بایو انفورماتیک خیلی حساس باشین، از ابتدای طرح سوال در واقع خیلی جدی اینوالو باشین، خیلی جدی تو ذهن خودتون مرور کنین ببینین که خیلی خوب آیا این سوالشون دقیق هست یا نه. اگه دقیق نبود بدون رو دروایسی به اون تیم پزشکی یا به اون تیم زیست بگین ببخشید سوال شما دقیق نیست، اصلا مشخص نیست چی میخواین. خب سوال دقیق بود منتها اون دیتا به درد اون سوال نمیخورد، خیلی صریح بگین این دیتا به درد اون سوال نمیخوره. و همه اینها در واقع نتایج خودتون رو بارها چک کنین، کوالیتی کنترل کنین دادا رو، خیلی 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 کوالیتی کنترل دادا قبل از اینکه وارد آنالیزش و اینها بشین جدی و مهم هست. من سعی کردم تجربه شکست واقعی رو بدم خدمتون تا ان شاءالله شما همچین شکستایی رو تجربه نکنید.